با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم، بسیار خرسند و خوشحال از اینکه یک بار دیگه میتونم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. متاسفانه دیروز قادر نشدیم که با آقای رئیسی ارتباط برقرار کنیم، به خاطر اینکه این سفر و امکانات اینترنت در اروپا واقعا برای من یه چیز سختی شد. البته پیش بینی میکردم ولی نه دیگه تا به این حد. و امروز چهارشنبه است و این گفتگو رو روز اول نوامبر است و برابر است با دهم آبان. اجازه بدید که در همین مقدمه تشکر کنیم از آقای رئیسی به خاطر حضورش در برنامه و از اینکه بتونیم از دانش و تجربهش استفاده بکنیم. یه سلامی همین در مقدمه با آقای رئیسی داشته باشیم. آقا من به شما صمیمانه درود میفرستم. آقا درود بر شما آقای بهبهانی عزیز. دارم سفر خوش گذشته باشه به سرزمین سبز ها، سرزمین دوستان آلمان ها. خوش آمدید و امیدوارم که خوش بگذرتون. در این حال که سلام ویژه عرض کنم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که اجازه بدید که امروز من تلاش کردم با دوستان راجع به فرصتی بود راجع به در حقیقت این هفته آبان روز کوروش و اینکه سال گذشته به باور من به سبب اینکه این ماجرای اون قرآنخون بچه باز بود و خواجه لواط الملک طوسی جامعه ملتهب بود، بنابراین برای اینکه اون فشار رو حاکم تلطیف کنه راه رو یه قدری باز کرد مردم برن اونجا و خودشون رو خالی بکنن، گرچه که برای عده‌ای زیادی هم مکافات ایجاد شد، دردسر درست شد، ولی امسال علل اصول اصلا نذاشتن که همچی کاری رو انجام بدن. و بها علی رغم اینکه مردم میل داشتن که این کار رو انجام بدن، او هم اربعین و این داستانها رو بهانه کرد و اصلا نوشته راه بسته است، جاده رو بسته بودن. میخوام ببینم که چرا، این چگونگیش رو از شما بپرسم و بعد هم بذارید همین رو از شما بپرسیم، بعد بریم راجع به مطالب بعدی پرسش بکنیم. بفرد. بله سپاسگزارم از شما. اتفاقا سوال کلیدی جامعه ما همینه، یعنی به اصطلاح گفتمان اسلامگرایی به بن‌بست رسیده در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، در عرصه ارزش‌ها، در عرصه اخلاق، در عرصه دولت مداری، در عرصه روابط سیاست خارجی، تقریبا در عرصه طبیعت. من هر نقطه رو دست میذارم با بحران و یا فاجعه روبرو هستیم. یعنی میتونم بگم که گفتمان اسلامی به بن‌بست رسیده، حرف تازه هم ندارم. به همین دلیلم برای بقا نه توانایی اصلاح دارم که میگیم آیا یک رژیمی، یک سیستمی، یک گفتمانی، یک نظمی به بن‌بست میرسه یا احساس خطر میکنه. به همین دلیل هم سعی میکنه با رفورم کردن چیکار کنه، خودش رو بروز کنه، خودش رو بر شرایط سوار کنه. در جوامع به سامان قانونمند، قانونگرا مثل آلمان، وقتی یه معضل اجتماعی به وجود میاد پدیده رو در نطفه رصد میکنه و بعد شروع میکنن قانون گذاران آلترناتیو سازی کردن. حتی پدیده‌های بزرگ نه، مثلا توی همین انگلستان بعد از جنگ ناچار شدن ساختمان‌های بلند کوچک انبوه بسازن برای
به اصطلاح مسکن مردمی که بعد در جنگ خرابی زیاد یا آلمان. بعد دیدم به اصطلاح جرائم توی این ساختمان ها زیاده، به دلیل حریم خصوصی عملا مخدوشه، جوان ها نوجوان ها به هم دیگه به اصطلاح ارتباط فعال دارن و بعد میبینن که اگر یک نفر توی اینا خراب بشه این مثل بیماری بقیه رو سرایت میکنه، مثلا معتاد یا بیماری جوانا چیز داره یا فلان. اینا دیدن که جرائم زیاد، جامعه شناسا اومدن بررسی کردن، روان شناسای اجتماعی اومدن بررسی کردن، حکم دادن این ساختمان ها اصلا غلط، اصلا باید ساختمان ها خراب بشه و سبک مسکونی متفاوتی رو ما باید در پیش بگیریم، این انبوسازی ها به درد نمیخوره. این منظوره می که این پدیده رو نیست برن دست کارشناسا بررسی کنن چرا جور و جرائم در این نوع ساختمان ها زیاد است، به نتیجه می رسن و راه حل پیدا می کنن. جامعه ما این گونه نیست، اولا نخبگانی نیستن، تمام نخبگان رو به حاشیه روندن، فراری دادن و در اینجا توی مملکت کار کارشناسی صورت نمی گیره. مثلا سدسازی هاشون نگاه کن، علارغم که برخی از کارشناسان هم گفتن که سد گتفند چه فاجعه به بار میاره و یا میگن سد سیوند نزدیک پاسارگاد 15 کیلومتر 10 کیلومتر پاسارگاد اگر سدسازی بکنید این منطقه آهکی نمکی لایه های زمین و احتمال تخریب خاک وجود داره و حل شدن در آب و در نیجه دومی آثار را از بین ببره، ولی اینها به اصطلاح پروژه های مالی براشون مهمتره تا آینده نگری کردن، از فاجعه جلوگیری کردن، فاجعه زیست محیطی، فاجعه آب، فاجعه های پیز. خب به همین دلیل مردم احساس ناامنی میکنن. امنیت روانی یکی از مهمترین امنیت هاست برای انسان، اگر نه دائما دچار اضطراب، دچار پریشانی، دچار خلأ میشه و این با مفهوم هویت ارتباط تنگاتنگ داره. انسانی که احساس هویت کنه حتی تو شرایط سخت قدرت مقاومتش بالاتر تا انسانی که هویت نداره. حالا گذشته از اینکه هویت چه تعریفی داره و کدام است، از ابتدای انقلاب به اصطلاح هویت ایرانی به شدت زیر ضرب رفت، یعنی به ضد ارزش تبدیل شد، یعنی تاریخ قبل از اسلام خوار شمرده شد تا جایی که سردمداران این رژیم مثل همین لاریجانی، مثل مطهری، مثل زیبا ناکلام و اینجور آدم ها یکی از ابزارهای خوشرخصی و یا به اصطلاح پاچه خاریشون این شده که مثلا به کوروش فوش بدن، توهین کنن و یا گذشته باستان ایران را تخریب بکنن، در صورتی که علت بقای چند هزار سالی ایرانی روی همین اسطوره هاشه، روی فرهنگشه، روی تاریخشه. اینها عناصر هویتی ملت هستن. مثل اونه که بیای به اصطلاح جنگ تراوا رو، اون حماسه رو که یونانی ها ساختن ازشون بگیری و بیارزش کنی، خدایان و اولمپ ازشون بگیری، تمام فیلسوفای عصر باستان ازشون بگیری، توهینی بهشون کنه، از افلاطون و ارسطو و هرکلیت و هرودوت و دموکریت و گزانفون و دیگران و دیگران و توسیدید و همه اینا را کار بدن. و یونان دیگه چی داره برای بقا؟ اون موقع چند تا رقاص و چند تا عیاش و اینا باقی نمونه، باقی نمیشه که زندگی کرد. اینها نظامن بنوان این که دشمن بوده این اندیشه و این وارث اندیشه اعراب هستن، در نجه تعرض به پیشا اسلام برای موجه جلوه دادن تهاجم نظامی و بربریت اعراب این تخریب لازمه.
تا جایی که خود آقای خمینی به راحتی میگفت ایرانی ها قبل از اسلام بربر بودند، غارنشین بودند یا چی بودند، اسلام اینا رو آدم کرد. خب این تفکره. چرا این کاری میکنه؟ یکی خب نادانی، اون به جای خود چیزی از نه تمدن چیزی میفهمه، نه از ارزش ها، نه از اخلاق، یه چیزهای بسیار سطحی عامیانه که مثل ایرانی ها آتش پرست بودن یا چیزهای از این دست که حتی عقب مانده ترین ذهن ها هم این پدیدار رو نمیپذیره، ولی اینا سردمداران فکریشون این تعرض رو آغاز کردن. خب و تحت عنوان که ایرانگرایی با پهلوی گرایی یکیست، این تخریب رو توجیه کردن و با سکوت کامل روشنفکران روبرو شدن. هیچ کس به دفاع از هویت ایرانی در میان غیر اسلام گرایان هم بر نخواست. تحت عنوان یه چپ های رادیکال که نظام قبل از اسلام طبقاتی بودن، انگار مثلا نظام بعد از اسلام یک طبقاتی نبوده، یک قبیله گرایی بربریت متوحش غارتگر دوز آمدن بر این تمدن ها مسلط شدند و دزدیدند و بردند و خوردند، این جنبه ها هم اضافه بکن. به همین دلیل وقتی که ملتی هویتش ازش بگیرن، یعنی امنیت هویتی نداشته باشه، امنیت حقوقی نداشته باشه، امنیت قضایی نداشته باشه، امنیت شغلی نداشته باشه، امنیت روانی نداشته باشه، امنیت به و آیندهش نداشته باشه، دائما در اضطراب. این شدتی همچه شرایطی جنبش هویت خواهی کاملا بروز پیدا میکنه. به عنوان مثال بعد از تسلط اعراب بر ایران شاهد این هستیم که به اصطلاح جنبش عظیم فرهنگی بزرگی را افتاد. از درس نظامی شکست خوردن ایرانی هم، درس سیاسی عرب ها مسلط شدن، جنبش شعوبیه مردمی مردمگرا شروع شد و تمام اندیشمندان ایرانی که به مولی تبدیل شده بودن، جمع مثل موالی، جز موالی شدن، یعنی حتی نمیتونستن اسم ایرانی به خودشون بزنن، باید همون اصیل هر قبیله عرب هستن برای اینکه از حقوق نیمه حقوقی برخوردار باشه، یعنی فقط جانشون رو نگیرن، به اصطلاح اسم عربی گذاشتن و اسم اون قبیله که بودن، ولی آدم های بسیار برجسته بودن و پرچم هویت فرهنگی رو تو اون شرایط تیر و تار بلند کردن و به دفاع جانانه از این پدیده برخواستن که در تاریخ اسلام به تدریج اینا رو زندیق نامیدن، زنادقه، که خصوصیات زندیق رو که به اصطلاح نویسندگان عرب نوشتن، کسی که به مزدک افتخار کنه، کسی که به بابک افتخار کنه، که کسی که انوشیروان مظهر عدل بدونه، کسی که بزرجمهر مظهر حکمت بدونه، ردیف کردن اون چیزهایی رو که ایرانی ها در اون دوره سخت تاریخی به عنوان عناصر برتر فرهنگی خودشون به رخ عرب بکشیدن برای که له نشن، نابود نشن، کاملا هم دفاعی کار میکردن. و علتی که زبان فارسی باقی موند، هویت ایرانی باقی موند تو این شرایط سخت، همین مقاومت شعوبیه در آغاز و بعدش مقاومت به اصطلاح مسلحانه جنبش های بعدی از دل همین ها بلند شد، جنبش بابک، جنبش سنبا، جنبش افزین، جنبش ابن مقفع، ابو مسلم خراسانی، دیگران دیگران در تاریخ اسلام همینطور شاهدش هستیم که این جنبش ها جنبش های هویت خواهی هستن در مقابل فشار عرب. این نظر به اعتقاد من اون چیزی که من شاهدش هستم، کوروش در صورت شده نماد این هویت خواهی در مقابل این فشارهای افسار گسیخته. به اعتقاد من این باستانگرایی اسمش نیست، آرکادیسم یا گذشته باستانی برگشتن، یه جنبش هویت خواه است. چنین اقبالی از بزرگ داشته روز کوروش، چون میدونن رژیم هم حساسیت داره روی این مسئله. اتفاقا جنبش خود به خودی است. حالا هر کس میخواد با رادیوهای لس آنجلسی و تلویزیون ها اینو مصادره به مطلوب بکنه،
به نظر من خیلی مثل سطحی است. این جنبش از اعماق جامعه اومده بیرون که سعی میکنن با نمادهای ایرانی در مقابل نمادهای اسلامی حرکت کنن، یعنی در مقابل گفتمان اسلامی حرکت کنن. گرامی داشته این روز هیچ گونه شواهدی در نیست که دولت جمهوری اسلامی تدابیر ویژه حتی در اندازه حد علی برای این مناسبت تدارک دیده باشه. نه تنها ندیده، هیچ تسهیلاتی شما نگاه بکنیم برای سفر کربلا به توسط رام ساندیس بهشون میدن، تمام امکانات اتوبان ها لب مرز بس براشون ساتلیت گذاشتن که چی میگن دستگاه گذاشتن که چیزای هندیشون فعال باشه، همه امکانات رو برای اینا گذاشتن، در صورتی که 30,000 نیروی سرکوب به منطقه بسیج کرده بودن برای اینکه از کنترلشون خارج نشه. 30,000 نیرو، یعنی جنگ تمام عیار، عملا بازید از پاسارگارد از اول تا دهم آبان لغو شد تا بلکه به این وسیله از شمار بازدید کنندگان کم کنن. در صورت من برخلاف اون چیزی که بعضیا فکر میکنن جنبش باستانگرایی هست، نه، جنبش هویت خواهی است که طبیعی است هر هویت خواهی به ریشه ها برمیگرده، ریشه های اصلی، ریشه های اسطوره‌شون. من همین توی اروپا به درستی به اصطلاح برای تعریف انسان مدرن به پرومته برمیگردن که 1500 اولین کسی که تعریف میکنه، بعد فرانسیس بیکن روش کار میکنه، بعد گوته، بعد شگل، بعد کارل مارکس، همه اینها روی انسان پرومتئی که پرومته نیم خدا یا تایتانی هست که به اصطلاح آتش رو که مظهر یا نماد اصل تمدن به توحش هست، این به اصطلاح کشف یا این کشف انسان رو از بربریت به تمدن میرسونه، از دست پرومته، از انجمن خدایان، از زئوس میروبایه و به مردم میرسونه. یعنی یک نیم خدای انسان دوست است، مظهر اومانیست میشه پرومته. مجازات های سنگینی هم میبینه در کوههای قفقاز به سیخ میکشوننش که هر روز شکنجه های وحشتناک و عقاب ها و لاشخور ها میمودن، چشاشو در میبردند و این داستان خاصی است. در صورت این جنبش ایران به سر بازگشت به ریشه های کهن ایرانی تعریف شده، یا با اینکه بزرگداشت چهارشنبه سوری، نوروز یا 13 بدر از جمله آیین های باستانی است که هرگز از یاد ایرانیان نرفته، اما بازدید گسترده مردم از قلعه بابک قبلا بوده، از اونجا هم این ذهنیت به وجود آمده که این قومگرایان آذری میخوان قلعه بابک رو به نماد مقاومت در مقابل چیز تبدیل کنند، در صورتی که بابک در اون دوره تاریخی هیچ ربطی به مسئله ترک زبان ها نداره، چون در صورت تمام آموزه های علم جغرافیا، زبانشناسی، تاریخ، سفرنامه نویسا، همه اینها گواهی میدن که در این دوره تاریخی ما اثری از ترک زبان در این منطقه نمیبینیم، همونطور که در آناتولی نمیبینیم. بگذاریم و مقاومت بسیار بابک در حقیقت مقاومت، سمبول مقاومت در مقابل سلطه خارجی هست، سلطه عرب است، خلیفه گرایی است. اینکه چرا چنین استقبالی به مظاهر ایران باستان صورت میگیره در حال شکل گرفتنه، به اعتقاد من بسیاری از روشن فکران که نشستن در خارج دنبال واجه های فرنگی و مسائلی از این دست میگردن، این مقداری تعمق کنن روی این جنبش، به این جنبش ها. من این جنبش رو جنبش ایرانگرا ارزیابی میکنم، یعنی با این دیدگاه که به اصطلاح گفتمان ایرانگرایی از بطن جامعه به صورت جنبش در حال حرکت، وظیفه روشنفکر، فیلسوف، اندیشمند اینه که این جنبش رو توریزه کنه، عناصر احیانا افراطیش رو ازش بگیره و عناصر سالمش رو که هویت خواهانه از در مقابل گفتمان اسلامگرا برجسته کنه و نزد بده و هدایت فکری کنه. در صورت هر نوع کلام
گفتار، نوشتار، جریان اجتماعی در صورت در چارچوب گفتمان تعریف میشه. ماهیت و ساختار اجتماعی داره گفتمان. گفتمان پدیده یا مقوله به اصطلاح یه جریان اجتماعی است. به همین دلیل هم گفتمان جریان و بستری با زمینه های اجتماعی و تاریخی است. همینطوری هر کس نمیتونه گفتمان خلق کنه. مثلا فرض کن همین گفتمان لیبرالیسم در اروپا یه بستر تاریخی داره، به روم برمیگرده، به یونان برمیگرده، به سقراط برمیگرده، به بسیاری از تاریخ اونها برمیگرده. یه فیلسوف ننشسته توی اتاق خودش به اصطلاح بشینه ذهنیت‌های خودش رو تبدیل کنه به یه گفتمان، همچون چیزی امکان نداره. خود گفتمان اسلامی هم که اومد 1400 سال تا سابقه تاریخی داره، فراز و نشیب داره و بسیاری از به اصطلاح اصولش تدوین شده است. به همین دلیل هم میشه گفت که به اصطلاح دانشمندانی که روی مسئله گفتمان صحبت کردن میگن گفتگو امکان نداره، بعد در چارچوبی گفتمان امکان پذیر است. یعنی به اصطلاح چون همونطور که ولتر میگه آدم نمیشه بشینه با هر کسی حرف بزنه، امکان نداره. وقتی تعاریف واحد نداری، مقولات مشخص شناخته شده واحد نداری، مفاهیم، همه اینها مثلا گفتگو بی‌معناست. میدونیم مثلا خیلی ساده، حتی در مورد طبیعت هم اگر به اصطلاح اون تعاریف معینی نداشته باشی، یکی مثلا بگه این گل سرخه، خب سرخ و زرد و آبی و سبز اینا یه چیزیست که انسان به این رنگ ها داده، اسم گذاری کرده. حالا یکی کسی بیاد بگه نه این رنگ سرخ نیست، رنگ زرده، خب چجوری میتونیم با هم گفتمان کنیم؟ وقتی که به اصطلاح در یه جمع یکی تعریفش از ملت یه چیز هست، یکی دیگه یه چیز دیگه است، یکی از طبقات تعریف داره، یکی اصلا قبول نداره طبقات، یکی کسی به اصطلاح مفهوم ملت رو به رسمیت نمیشناسه، خب مفاهیم دیگه رو خارجی میکنه، همچو چیزی امکان نداره. گفتمان مجموعه از نشانه های زبان شناختی و فراز به اصطلاح فراز زبان شناختیه. به معنای دیگه گفتمان در برگیرنده بعد مادی و بعد معنوی عینی و ذهنی است. گفتمان نه تنها میتونه جای ایدئولوژی بلکه جای اجتماع می نشینه و اون رو به مثابه متنی که تأکید بر ویژگی های روابط اجتماعی داره رو بیان میکنه. گفتمان هرگز به مثابه سامانه بسته از تمایزات غیر قابل فهم نیست، در صورت مجموعه ای از خصوصیات داره. پس بنابراین میتونیم بگیم مجموعه از احکام رو تا زمانی که متعلق به صورتبندی گفتمانی مشترک باشه میتونیم گفتمان بگیم. مثلا فرض کن گفتمان مارکسیستی برای پیروان این اندیشه مفاهیم کاملا شناخته شده است، مقولات شناخته شده است، استثمار کلمه کلیدی و مرکزی این تفکره. خب در صورتی که سرمایه دارست قبول نداره استثمار وجود داره، اون میگه حق کارگر رو میدم، چی استثمار؟ یا اصلا یه ملا به این مقولات اصلا باور نداره. یعنی تو نمیتونی با اون وارد این گفتمان مارکسیستی بشی. گفتمان متشکل از تعداد معدودی از احکامه که میشه برای اونها مجموعه به اصطلاح دارای صورت بندی خاصه در نظر بگیریم. مثلا فرض کن گفتمان اسلامی روی تشکیل دولت اسلامی، کنار زدن حکومت سکولار، اجرای یا حکومت ملی، اجرای شریعت و احکام اسلامی، استفاده از اسلام به مساوی ایدئولوژی بسیجگر و چیزای در رابطه با معنویات و اهداف اسلام سخن میگه. یعنی به عقل باور نداره، عقل رو تابع وحی میدونه، عقل محور نیست، انسان محور نیست، خدا محوره. بعدش به اصطلاح در رابطه با اجتماع امت محوره، ملت محور نیست اصلا. در رابطه با دولت، دولت رو ناشی از اراده مردم نمیدانه، گرچه تن به تزبق به اصطلاح انتخابات های ظاهری هم بذاره، بلکه منشأ مشروعیت قدرت رو الهی میدونه. خب حالا تحت عنوان مقولاتی مثل کشف رهبر یا چیزی از این دست، این رو
سعی میکنن توریزه بکنن، کاری ندارم. ولی در مقابل این گفتمان، یه گفتمان عقل محوره، گفتمان ملت محوره، انسان محوره و و بسیاری چیزهای چیز خودش رو داره، به اصطلاح آلترناتیو خودش رو داره. هر که نمیتونه بیاد اراده گرایانه یه حرفی بزنه و انتظار واکنش اجتماعی رو هم داشته باشه. به همین دلیل تولید گفتمان اهمیت کلیدی داره. یک رژیم خاص حقیقت رو عملیاتی میکنه و شیوه های ممکنه هویت و واکنش رو به وجود میاره برای عده‌ای، در مقابل هویت طرف مقابل میسته. و به همین دلیل هم به طور علمی اسلام سیاسی شکلی از کنش کلامی اجتماعی در هستش که در مقابل سلطه غرب، در مقابل دولت‌های تجددگرایی که به ذم اسلامگرایان زیر سلطه غرب رفتن و هویت اسلامی رو دارن نابود میکنن، طغیان میکنه. و به همین سره بر علیه کمالیزم که مظهر مدرنیته مدرنیزم از بالا از زمان کمالیزم کمال آتاتورک شروع شد، بعد سرایت کرد و همین دلیل به عنوان جنبش کمالیست به اسرائیلش یاد میکنن. و همین دلیل هم به اصطلاح این بار ایدئولوژیک هم داره و بسیجگر هم هست گفتمان. گفتمان میشه گفت که میشه گفتمان های سیاسی غالب و اقتدار آمیز مایت ایدئولوژیک هم به خودشون میگیرن، چون بدون این قدرت بسیجگری مردم عادی رو از دست نمیدی. به همین دلیل اسلام سنتی نمیتونست قدرت بسیجگری داشته باشه. وقتی که اسلامیزم آمد، یعنی اسلام سیاسی آمد تو بازی، با ارزش های خودش حالت ایدئولوژی گرفت و اون جنبش رو رادیکال کرد و رادیکال کرد تا به حسب حکومت سابق انجام پس گفتمان و لازم چیز ایدئولوژی از منظر تحلیل انتقادی گفتمان ابزار ایجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت رو هم توجیه میتونه برطا بکنه که بعد از این هم دیدیم به اصطلاح به حرکت در آمد و عمل کرد. از این نظر میشه گفت که اسلام سیاسی گفتمانیه که معنای خودش رو از مناسبات اجتماعی سیاسی گرفته و توضیحات لازم توی این زمینه داده شده. پس میشه گفت گفتمان ها به معنای سامانه از نشانه های معنا داره که هویت سوژه ها و ابژه ها را شکل میدن. به عنوان مثال بزرگترین نماد اسلام دست عرب هاست، دست مکه هست، بزرگترین نماد اسلام. اینا هر چقدر شیعی هایی میخوان آلترناتیو سازی کنن، کربلا رو، نفهم علی رو، نجف رو در مقابل اون، همین عربین رو برید نگاه بکنید، سعی میکنن از لحاظ کمیتی هم به تعداد کسانی که حج میرن برابری کنه، نزدیک 3 میلیون آدم بسیج میکنن. برای که این توی گفتمان اسلامی هم حتی تنش های درونی خودش، رقابت ها و تضاد ها در جهت تسخیر نماد ها هستن، بر خصومت ترسیم مرز های سیاسی میان خودی و غیر خودی، داخلی و خارجی مبتنی هست. همینطور خواهان به کارگیری قدرته، چرا که ایجاد اونها همراه با بیرون راندن احتمالی و جایگزین کردن عناصر جانشین است. من توی این مدت هیچ نوع گفتمانی از اپوزیسیون خارج ندیدم، هیچ نوع. یه سری تیکا تک و توکی از این و اون میگیرن و قادر به تولید گفتمان نیستن. چرا؟ برای اینکه روی پدیده‌های انتزاعی حرکت میکنن. گفتم تنها آلترناتیو در مقابل این حکومت ایران اسلامگرا، امتگرا، ایرانگرایی و ملتگرایی است. حالا یه دی رادیکال هستن، ملت رو رادیکال تعریف کنن، بار طبقاتی طبقه کارگر تو ملت ببرن بالا. یه دی به اصطلاح بورژوا هستن، بار بورژواییشو، بار سرمایه‌دارانشو، خرد بورژوا هستن، اون دیگه بستگی داره. ولی تنها چیزی که تو نبست را چیز میکنی ملتگرایی است در مقابل امتگرایی. حال چیز دیگه من نمیبینم. یه چیز دیگه شما میبینید و من بگید. در صورتی که تو این ترکیب هایی که من خارج از کشور میبینم، میبینم که حتی اینا عناصر ضد ایرانی هستن، یعنی از تجزیه طلبن، آشکار تجزیه طلبن، یعنی ایران واحد قبول ندارن. این گفتمان با اینها سرانجامش اون چیزی است که تو عراق اتفاق افتاده،
نمیفهم افرادی هم که توی کنگره سکولار دموکرات من دیدم با پیشینه تاریخی که از اینا سراغ دارم و گفتگوهاشون و حرفهاشون در گذشته، اینا اصلا تجزیه طلب آشکارا هویت قومی رو در مقابل هویت ایرانی به اصطلاح علم میکنن و رو هم پافشاری دارن و متعصبم هستن. همونطور که این تعصب در عراق واقع بینی آقای بارزانی رو چنان کور کرد که توهم خودش رو به عنوان واقعیت اومد به خورد مردم داد و با قدرت هم به زمین خورد. خب یه سری توهمات داشت از مفهوم قدرت، یه سری توهمات داشت از نقش آمریکا و الان میگه من انتظار داشتم آمریکایی از من حمایت کنن. ما به چی خود انتظار داشتید؟ از کجا انتظار داشتید؟ اگر از تو حمایت میکرد دولت عراق رو میداد کاملا دست روسا، اونا هم برای این بازی تناسب قوا کامل میرفتن طرف روسا. آمریکای دیوانن این کار رو بکنن. تو قدرتمندتری یا عراق و تو هم پر اهمیتتری یا عراق. این چیز محاسبات ساده را نمی کنن. به بیان دیگه هر افق گفتمانی تنها با مجموعه از نقاط مرکزی به اصطلاح تثبیت نمیشه، بلکه به صورت یک دال هست که از مدلول خودش به اصطلاح استخراج میشه. این دوتا رابطه کلیدی با هم دارن و به خصوص وقتی هم که این بازی جهانی شدن رو راه انداختن ها، اینها هویت ایرانی از دو طرف زیر ضرب رفت، یکی به وسیله اسلامگرایان، یکی به وسیله جهان وطنان آنچنانی که بخش بزرگی از روشنفکران خارجی و کشور اینا جهان وطن هستن. کسی که میره از اسرائیل پول میگیره برای اهداف قومش، برای در ارتباط با جهانی، از عربستان پول میگیره. توی این ترکیب اینها افرادی بودن که حج رفته بودن از عربستان پول گرفته بودن. کسانی هستن که زیر این نامه 300 نفر به ترامپ رو که حمله مسلحانه به ایران رو میخوان بوده. این ترکیب برای من شگفت انگیزه. در صورت من تن به این ترکیب ها برای گفتمان باشکاکی نیست که ما میخوایم در مورد سرنوشت یه ملت حرف بزنیم. هویت ایرانی هم از طرف اسلامگرایان زیر ضربه، هم از طرف تک تک شماها زیر ضربه، به مثابه زیر مجموعه پروژه جهانی گرایی نئولیبرالیسم اقتصادی. خب یه حکومت فکر میکنه که غیر از نئولیبرالیسم اقتصادی رو پیش بره، شما چه آلترناتیوی داریم برای طبقه کارگر و زحمتکش و حقوق بگیر؟ چه آلترناتیو داریم؟ از شما زرنگترین؟ نه، هیچ وجه. خیلی روشنه شماها در ترکیب خارج کشور، حتی من آدمی تواناتر از به اصطلاح این آقای اقتصاددان رژیم جمهوری اسلامی نمیبینم. سریع القلم خیلی مسلطه ولی نو لیبرال است. اما این پروژه ها رو مدیریت میکنه، آخوند مدیریت نمیکنه، غنی نژاد هست. تمام این اقتصاددان های نو لیبرال وجود حکومت میکنن و دارن پیش میبرن. شما چی دارید؟ شما به طبقه کارگر چی میخواید بدید؟ چه هویتی میخواید؟ چه امنیت روحی میخواید بهش بدید؟ چه امنیت شغلی میخواید بهش بدید؟ یک کلمه در مورد اینکه چه نوع اقتصادی میخواید بیارید شما آوردین مطرح کردید که بگیم که خب آینده طبقه کارگر روشنه. شما هم دام دهندگان همین جهانی گرایی هستین که اونا دارن پیش میبرن. با توجه به اینها جهانی شدن به اسلام اتفاقا هم همسویی ایجاد کرده، هم ضدیت هایی رو ایجاد کرده. در زمینه اقتصادی همسویی ایجاد کرده کاملا. تمام سیاست هایی که جمهوری اسلامی انجام میده مطابق بر سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهادهای مالی بین المللی است. علت بقایش هم به حمله نکردن بشن روی این زمینه است و در این حال به اصطلاح خود ویژگی های خودش رو هم داره. پس بنابراین هویت در اینجا نقش کلیدی بازی میکنه. با توجه به این توضیحات بازگشت به این جنبش ایرانگرا به هیچ وجه به معنای واپسگرایی نیست. همونطور که این جنبش 150 سال حداقل کار مدرن روش انجام شده، جنبش بابیه جنبشی است که رنسانس یا به اصطلاح چی میگن رفورماسیون، همون کاری که به اصطلاح در آلمان انجام شد مارتین لوتر انجام داد، اون هم تلاش کردن انجام بدن. بار فلسفی جنبش مشروطیت رو که ملیگرایی رو آورد بالا
که آخونزاده پایای فلسفی رو ریختن. جلال میرزای قاجار اولین تاریخ نویس نوع مدرن هست که به سبک مدرن سعی کرد به سبک به اصطلاح امروزی تاریخ ایران و تاریخ باستان ایران رو برشته تحریر در بیاره، و دیگران دیگران، یعنی بیریشه و بوتهم نیست در تاریخ معاصر و نمیتونیم این مسئله رو رد بکنیم. اساسا گوهر مدرنیته اینه که ما معرفت حقیقت رو داریم یا نداریم، یعنی در جستجوی حقیقت هستیم یا نه، و همیشه باید اون رو بجویم. بخبی خود نیست، تمام اندیشمندان فیلسوفای اروپایی سقراط رو آغازگر میدونن، چرا که همون حرف دکارت که من میاندیشم پس هستم رو به شکلی دیگه بیان کرد که در جستجوی حقیقت بودن و هر کجا و هر زمان این سراندیشه باید باشه که در روانها باید ریشه بکنه. اونجا مدرنیته وجود داره که این اندیشه ها بیان. مثلا ما همیشه بینش خودمون رو از نو آغاز میکنیم، ما باید آنچه که آموختیم، آنچه که دیروز مانده و آنچه که به نام حقیقت انحصاری و ابدی به ما داده شده با خرد خودمون با اندیشه خودمون اون رو بررسی بکنیم، نقد کنیم. کتاب دینی، شخصیت ها، تاریخ، اسطوره ها، همه نقد باید بشه و اونها را آزاد بکنیم از بسیاری از به اصطلاح چیزا. یه سری جاها شخصیت تاریخی را اسطوره کردن، یه جاهای شخصیت های اسطوره تاریخی کردن. ما عنوان مثال، خب ما امام علی رو در شیعه یه شخصیت تاریخی است، خب آدمی بوده، رفته جنگیده، آدم کشته، استرا رو سر بریده و خیلی کارهای کرده که شخصیت تاریخی انجام میده. ولی ایرانی ها، شیعی ها اومدن از این آقا اسطوره ساختن، اسطوره علی رو ساختن که هم ترازی میکنه با اسطوره های مثل ما ایرانی ها یا یونانی ها. این اسطوره سازی شخصیته. امام حسین رو اسطوره کردن. امام حسین واقعی کسی است که در صورت بیعت نکرده، جنگ قدرت داشته و به خاطر قدرت با یزید درگیر شده. اهالی شام یا عشایر شام اینها بهش نامه نوشتن، عشایر کوفه، که بیعت میکنیم. حساب کرده هر کدوم از این عشایر 100 نفر، 1000 نفر، 2000، 3000 نفر سپاه دارن، شمشیر زن دارن، حساب کرده 18000 لشکر داره، قواش بر یزید میچربه لازه عینی و فیزیکی. با این خیال راحت حرکت میکنه که بیا قدرت به دست بگیره، ولی یزیدم بسط را تمام خزانه معاویه رو باز میکنه، با پول عرب ها رو میخره، بیعت ها رو میشکونه و وقتی آقا میاد دست خالیه. امام ابو حنیفه برادرش هست دیگه، برادر امام حسینه، ایشون میگه نرو آقا، اگرم میری خودت تنها برو، زن و بچه و بچه شیرخوار کجا برمیداری میبری. ایشون اینقدر اطمینان داشته که قدرت از آنوز گرفت. از اونجا هم میبینیم که یزید هم این کار رو میکنه، بیعت ها رو برمیگره، و هم ابن زیار رو که شدیدن از هاشمیان نفرت داشت به دلیلی که مادرش ایرانی بود، اسیر شده بود دست اینا و بسیار ظلم کرده بودن بهش، مثلا معمور میکنه برای کوفه. اونجا حوادثی اتفاق میفته و سه تا چیز میکنه. امام حسین تقاضا میکنه که بره با خود یزید مستقیم بیعت کنه، قبول نمیکنن. دو، اجازه میخواد که برگرده به بادیه و تو بادیه اصلا تو شهر دیگه نه، تو کوفه و تو مکه و مدینه هم دیگه نره، تو بادیه زنه، قبول نمیکنن. میگن همینجا یا بیعت میکنی یا سرت بریده میشه، حالا سرشو میبرن. ولی اسطوره ازش میسازن 72 تن. اسطوره سازی هم سخت نیست. اومدن چرا 72 تن؟ چون به اصطلاح عدد 72 برای ایرانی ها مقدسه. چرا مقدسه؟ برای که 72 یسنای زرتشت، 72 تا سروده های زرتشت، این مقدسه، این کلمه رو، این تقدس رو تداعی میکنه. یا مثلا فرض کن بسیاری از چیزهای مربوط به سیاوش رو به این آتیم میکنن. پس بنابراین اینجا اسطوره سازی برای استمرار یه شخصیت تاریخی به اسطوره، چون اسطوره نمیمیره، شخصیت تاریخی مورد نقد واقع میشه، مورد پذیرش یا رد واقع میشه، ولی اسطوره به خصوص ذهنیت های اسطوره ساز به این سادگی تغییر نمی کنن. ای نظر ما میبینیم که بررسی و نقد اسلام و قرآن استوار بر فطرت جوینده و
فطرت نوآور انسان در فرهنگ ایران بوده، از قدیم بوده. خب و اینه که همیشه انسان میرمه، گم میشه، ویژگی انسان ایرانیه. همان پرسی میان انسان و خدا برترین اصل انسانیت پیش به اصطلاح هست. مارتین لوتر چیکار کرد؟ مارتین لوتر اومد گفتش که آقا شما احتیاج به دلال ندارید که یکی واسطه شما با خدا باشه، پاپ، پدر روحانی، کاردینال، اسقف، اینا رو بذارید کنار، خودتون ارتباط برقرار کنید، احتیاج به مترجم هم ندارید چون زبان لاتین زبان مسلطه. آدم آلمانی معمولی که نمیتونه زبان سخت لاتین رو یاد بگیره، بس بنابراین همیشه احتیاج به هر کارش، هر زندگیش احتیاج به کشش داره. اومد گفت زبانم نمیشه، انجیل برای اولین بار به، قبل از اون البته یک نفر در چکسلواکی انجیل به زبان محلی کشیش هم بود بیچاره، گره انداختنش تو آتش و مارتین لوتر مثلا به آلمانی ترجمه کرد. با این کار خدمت بزرگی به فرهنگ آلمان کرد، یعنی قبل از اون زبان واحد آلمان ها نداشتن و اینجا زبان کلاسیک آلمانی شروع میکنه شکل گرفتن، وحدت ملی شکل گرفتن، انسان آلمانی آزاد میشه از قید سلطه یک معنوی کشیشی که جهنم بهشت رو میفروختن. همینا ایرانی هم تا مادامی که با زبان عربی احتیاج داره برای عروسیش، عزاش، هر چیزش احتیاج داره، آخوند رو لازم داره. تا مادامی که به قول معروف برای مردن کسی باید بیاد چیز نماز میت بخونه، به آخوند احتیاج داری. تا مادامی که عروسی آخوند حلالش نکنه با چهار تا کلمه عربی، تو به آخوند احتیاج داری. اون چیزی که تو آلمان زدن چیزش و دیگه احتیاج به زبان لاتین و کشیش و امثال هم نداشته. از این نظر به اصطلاح شما نگاه بکنید، روشن فکران دینی مدام بحث و جدل میکنه که چرا جامعه اسلامی در بحران و اطاعت همه جانبه رفته. اونا به همه چیز فکر میکنن جز این که این اشکال این جامعه چی هست که اونها اسلامی هستن، همینطور به اعتقاداتی پایبند هستن که با روزگار سازگار نیست. خب یاوه‌های شما، این علما رو شما گوش بدید، یکی در اومده میگه مثلا فرض کن ادیسون نمیره بهشت با وجودی که چیز کرده چون انگیزه شخصی برای اختراعاتش داشته، میخواست ثروت اندوزی کنه مثلا، در چیزهایی از این دست. یا اون بابا میاد میگه که علی، یکی رفته در خونه علی گفتش که صاف چیزهایی گفتن نیستش، رفته او با خودم با چشمم دیدم اومد تو، گفت آره این ملائک یه سری مشکلات دارن، امام علی رفته اونجا مشکلات اینا رو حل کنه. خب وقتی که ذهنیت حماقت آمیز یک انسان این یاوه ها رو بگه و یه سری شنمنده هم داشته باشه، آقا انقلاب فرهنگی لازمه. شما میخواید آقای سکولار دموکرات، میخواید با این جماعتی که اینجوری فکر میکنن تو چیز بکنیم؟ اینجا تو اروپا قبل از این کارها نقد دین شده، نقد درون دینی به وسیله کشیش هایی مثل لوته و خیلی هم زیاد بودن، به نقد های برون دینی، یعنی فیلسوف های لایک یا به اصطلاح آتئیست یا دئیست، یعنی اصطلاح بودن ایزد باور، ولتر ایزد باوره، خیلیشون ایزد باورن، ولی این مزخرفات کتاب مقدس رو قبول ندارن. نفهم رو جونس رفته تو دهن اونو، اون یکی با اساش دریا رو شکفته. ولتر ایزد باور هست، دئیست هست، آتئیست هم نیست، ولی این مزخرفات رو قبول نمی کنه. و به همین دلیل هم بنیاد اسلامگران حامل یه بسیار ویروس های یک بیماری هستن. اونا شکست مدرنیته عربی و ایرانی و خاورمیانه رو منعکس میکنن، ناتوانی در رشد و پیشرفت جامعه، ایجاد رفاه و بهروزی. اسلامگرایی نوعی دهنکجی به این مدرنیته شکست خورده است. خب برای چرا شکست خورده؟ نقش روشن فکرا چه بوده که این به اصطلاح کمالیسم، پهلویسم، بحثیسم، ناصریسم همه شکست خوردن؟ چرا از شکست اسلامگرایی آمدن؟ چرا شکست خوردن؟ به این فکر کنید، انقلاب مشروطه چرا شکست خورد؟ التقاطگرای انقلاب مشروطه در چی بوده که شکست خورد؟ و استمرارش به اصطلاح 57 سال خاندان پهلوی، علارغمی که تمام تلاشای کردن باز هم دیدیم گفتمان اسلامگرایی پیروز شد، گفتمان پیروز شد. افتقاقا از سالهای 50 گفتمان اسلامگرایی غالب شده بود، بر دانشگاه، بر فلان غالب شده بود، گفتمان حکومت شکست خورده بود. اونجا دیگه مدت‌ها با قدرت نظامی و پلیسی نگه می‌داشت. در مصاحبه که به اصطلاح صورت گرفته
همه این چیزها رو ما می‌بینیم. اسلامگرایی نوعی دهنکجی به این مدرنیته شکست خورده است. و در صورت ایشون یکی از اندیشمندان عرب هست که معروف هم هست، خلاصه صادق اعظم، یکی از بزرگترین اندیشمندان عرب و نقاد جوامع اسلامی و عربی و اینها هست، خیلی روشن میگه و معتقده که در جان اسلام مثل الازهر، خاندان سعودی و تفکرات وهابیشون اینها به زور و تعصب از اصلاح دینی جلوگیری کردن. توی کشور خودم هم حوزه های علمیه قم و مشهد با تمام توانشون از هر نوع اصلاح دینی جلوگیری کردن. هر کس هم در این گام، در این راه گام برداشت، مثل کسروی و دیگران، زنجانی و اینا، بایکوت شدن یا تیکی تیکی شدن یا مصلحشون کردن. اونا از بیم از دست دادن اقتدار خودشون رانده شدن است که چسبیدن کاملا با اسلام خرافی و از دل این اسلام خرافی چی در میاد؟ قدرت در میاد، ثروت در میاد، اختلاس در میاد، زورگویی و ستمگری در میاد. اینا پایه های این است که یکی سرمایه خودش از دست نمیده. و همین دلیلم از دل این گفتمان ها که یه ویروس هست اسلامگرایی به وجود میاد. آقا در مقابل این تو نمیتونی بیای بگی من سکولار هستم. خب باش، من فلانم که باش، باید گفتمان آلترناتیو بسازی. اصلاح دین مهمتر از سکولاریزمه. صادق اعظم برقراری سکولاریزم و اصل جدای دین از سیاست رو بسیار مهم میدونه، اما غیر کافی. او معتقده که با حفظ اعتقادات اسلامی بر پایه فقه و اصول شریعت سکولاریزم غیر ممکنه. تا اونجا خودشو باز تولید میکنه در الازه، در وهابیه، در حوزه علمیه، در فلان. حالا تا قدرت هم به دست بگیر، مگه شاه قدرت نداشت؟ مگه رضا شاه با قلدری هم جلوی اینا رو نگرفت؟ ولی باز هم دیدیم گفتمان اومد بالا. ایشون معتقده که با حفظ اعتقادات اسلامی بر پایه فقه یا اصول شریعت سکولاریسم غیر ممکنه. او میگه بیش از هر چیز خود این تفکر باید اصلاح و با مقتضیات زمانه به صورت چیز بشه. به همین دلیل نقد تفکر دینی مثلا نقش کلیدی در جوامع اسلامی داره. اون چیزی اصلاح طلبای ما. ولی آقای چی، این راجب سکولاریست که نمیگه، که راجب دینه داره حرف میزنه. این دینه باید تغییر کنه. تا این دینه تغییر نکنه آدم دینی نمیتونی بهش بگی روشن فکر دینی. این مقصودش اینه، ربطی به سکولار نداره. کاملا ربط داره. اون کاملا میگه تقدم و تأخر رو کاملا میگه. میگه هر چقدر شما، مگر ناصر سکولار نبود، مگر کمال آتاتورک رادیکال نبود، حتی قانون اساسی ترکیه، دو تا قانون اساسی، دو تا یا سه تا تو جهان هست که لایسیته است، یعنی سکولار هم نیست، لایسیته است، این رادیکال تره. یکی فرانسه است که از دل انقلاب فرانسه برای میدونم. اگه آقای رئیسی اینجوری بخوایم بریم جلو که بعد تکلیف مثلا روسیه، نمیدونم لنین، استالین، نادرشاه، تاریخ معناش همینه دیگه، معنای دیگه نداره که. آدم ها میان میره. بعد بفهم علت این که با وجودی که 100 سال از انقلاب مشروطیت میگذره و حکومت ها بخصوص در دوران پهلوی 57 سال سکولاریزم بوده، جدای دین از دولت بوده، گرچه به این معنا نیست که انسان حاکم دیندار نباشه یا فلان، ولی قوانین بسیار سکولار هست. که آتاتورک دیگه رادیکال بود، از دلش اردوغان در میاریزم. برای اینکه این آقا درست میگه، برای اینکه میگه تا مادامی که این بستر، یعنی بیماری به مالاریا، پشه مالاریا، ای برو بکش، ای برو هستش کن، ای برو، تا بستر تولیدش وجود داره، باطلاق وجود داره، این دوباره تولید میشه. پس برای این برو بستر رو بخوش کن. این اتفاقا محمد ارکون مثلا در ترکیه. چطوری میشه این کار؟ چطوری میشه دینو کشت؟ آقای رئیسی نمیدونم چطوری میخواد این کار. عزیزم کسی دینو نمیخواد. چرا شما متوجه حرفای من نمیشید؟ کسی میگه در اروپا دینو کشتن. مگر شما میگه بسترش هست، پشه تولید میکنه، پس بستر دین هست، همینجوری تولید میشود. هیچ کس تو دنیا، هیچ کس تو دنیا به اندازه آقای استالین که مسجد و کلیسا و اینا رو نبست، با قدرت هم بست، ولی دیدیم از دلش وقتی که شوروی چیز بود تو بطن خودش نگه داشت تا شوروی سقوط کرد. مثل چی میگن، قارچ
از بنیادگرای اسلامی، از چچن و انگوش و تاتار و ازبک و هزاره و همه نرفتن بیرون. پس بنابراین بستر رو خوش کردن یعنی این که میگه نقد دین تو اروپا اتفاقی که افتاده دیگه این جا انداختن که آقا مسلم مسیحی هستی باش، این جا افتاده توی ذهنیت تک تک آلمانی ها، جا افتاده که جایگاه دین کلیساست، من رابطم با کلیسای امر معنویست با ایشون، ایشون حق قانونگذاری نداره فلان. مسیحی ترین مسیحی توی اروپا اینجوری فکر میکنن، چه پروتستان چه کاتولیک، مال ما اینجوری فکر نمیکنن و این کاریست که باید در اروپا صورت گرفته به صورت بسیار گسترده. با فیلسوفاشون این کار کردن، با نویسنده هاشون، با بقول با شاعراشون، با هنرپیشه هاشون، با تئاترشون، با فیلمشون، با همه اینها این کار رو در مقیاس 100 سال 200 سال انجام دادن. اونس قرنیبده دانته اومد نویسنده کرد، اون با زیر آب زد، بعدش همینطور سروانس اومد فلان اومد، همینطور گوته تو آلمان نقش شاهکار چیز بازی کرد در رابطه با یا شکسپیر در انگلیس، به همه این کار انجام دادن. تیراژ های کتاب های اینا به مقیاس اون موقع 300 400 500 هزار بوده، مال ما همین الانش هم نویسنده هامون 2000 تا کتابش فروش نمیره نویسنده های فلان. در صورت این مسائل باید صورت بگیره، نه اینکه بگم اول این انجام بشود تا تمام شد بعد اون کار انجام بده، نه، این تقدم و تأخر رو دارم تو این زمین انجام میدم. در صورت میبینیم که در ژرفای ملت این نوع آوری که با سرچشمه میگیره، ما بر به اصطلاح سنجی نقد میکنیم که افق اندیشه نوینی رو باید به وجود بیاره، راه زایش و پیدایش خودش رو باید پیدا بکنه، نقد اسلام و قرآن، نقد همه اینا و همینا نقد هیستری ضد اسلامی نیست، نقد کردن، این فرهنگ نقد رو باید جا بندازی. بابا توی همین حوادث کردستان ما که اینجا فوش ندادیم، توهین که نکردیم، نقد کردیم، اینا دشمن خونی من شدن، یه کاریکاتور کشیدمه. بابا توی آلمان هلموت کول صدر اعظم بسیار بزرگ و قدرتمندش که 16 سال صدر اعظم بوده آمدن کشیدن کندوم انداختن تو سرش، کندوم، هیچ کس چیز نکرد، ناراحت نشد. یا خانم مرکل که خیلی هم محبوبه، برو ببین چه کاریکاتورای میکشن چه فلان، ما این یه کاریکاتور کشیدیم از این کرده آقا به اصطلاح از این آقای چه اسمش هست مسعود بارزانی، انگاری به پیغمبر اسلام توهین کرد. بابا مثل مذهبی ها که کاریکاتور جب بچه کشیده توی دانمارک، اینا هم حکس العملشون اینه، یعنی اینی که آقا اینا نمیذارن نقد بشه، تو هنوز نتونستی نقد رو تو حوزه خارج نیروی سکولار پیش ببری، الان مجاهده جرات داری نقد کن، مسعود رجبی نقد کن، بلافاصله ترور شخصیتی، پاسدار نظام، جاسوس نظام فلان، هر کدام بیا به آقای رضا پهلوی نقد کن، ببین طرفدارانش چه بلوایی را میندازن، ها این بساس تون پنجم جمهوری اسلامیه، بیا به هر کس. اصلا فرهنگ نقد تو مملکت ما نیست، چه نقد دینی چه نقد غیر دینی، اینها همونطور که اونها قرآن چیز کردن مقدس کردن و نقد ناپذیر، اینها هم یاوه های خودشون رو نقد ناپذیر میدونن، تو این فرهنگ هستیم ما. این در صورت وضعیتیست که ما وجود داره، به همین دلیلم ما مدرنیته از روزی در جای شروع میشه که انسان در بیابه حقیقت رو در انسان خودش نداره و نمیتونه داشته باشه. به همین دلیل درود بر روح بزرگ بزرگمهر حکیم که گفت در زمان ساسانیان، در زمان انوشیروان گفت حقیقت از آن همگان است و همگان هنوز زاده نشدند. یعنی حقیقت نسبیه، حقیقت مطلق وجود نداره و هیچ کسی مالک حقیقت نیست. مدرنیته در جامعه ملت ریشه میدوونه و شکوفا میشه که در پی مالکیت حقیقت واحد نره، بگه من انسان واحد. حالا تو همین ترکیب تو کافیست که به اصطلاح یک شک کنیم به گفته یکی از این شرکت کنندگان در این کنفرانس ها، انگاری به یابوی حضرت عباس گفتی به اصطلاح خاطر، خب دیگه به اصطلاح دشمن خونیت هم میشن. از این جهت سائقه و کنش برای جستن و پژوهیدن و آزمودن پیدا کردن یه ملت این بالاترین ارزش هاست. از اون روز هست که حقیقت معرفت میشه که دیگر نتونه مالکش کسی بشه
و در اون تصرف کنه، یا از طریق اون به قدرت برسه. کسی که با انحصار حقیقت به قدرت برسه فاجعه می آفرینه. خمینی با انحصار حقیقت اسلام به قدرت رسید، کسی دیگه جرأت نکرد که نه خودش رو نقد کنه، چون حقیقت تجسم حقیقت اسلام شده. کسی جرأت نمیکنه آقای خامنه، چون تجسم حقیقت اسلام شده، یا آقای مسعود رجوی یا او یکی و یا کسی دیگه. از این جهتی که جستجو برای انسان که نشاط‌آور و شادی‌زا هست تو انسان کشته میشه، انسان پژمرده میشه. وقتی که این روح جستجوگری رو از انسان بگیرن، و به همین دلیل هم معرفت همه پرسی همیشه انسان با انسانه، با خدای، با به اصطلاح همه پرسی انسان ها با همدیگه است. اگر خدا همه چیزها را بدانه، اونگاه خدا آموزگار همه انسان ها میشه و رئیس همه انسان ها میشه دیگه، نمیشه باش حرف زد دیگه. خدا در فرهنگ ایران باستان اصل جویندگی است. یه اصل ما قبل زرتشتی و همدان و مالک منصر فرد حقیقت هم نیست، آموزگار کسی هم نیست، و به همین دلیلم نام من میگه جویندگی است، خدای رام، که سیاستمداران در عصر هخامنشیان میگفتن رامیار، بانوی ایزد، بانوی موسیقی بوده رامیار. یعنی وظیفه سیاستمدار ساماندهی است با کشش موسیقیایی مردم رو جذب کنه، نه با داد و بیداد و تشر و سرنیزه و شکنجه و ظلم و ستم. و این اسم سیاسته، سیاست مال عربه، از فرهنگ، همونطور که پولیتیک مال فرهنگ یونانی و غربیه، سیاست یعنی تنبیه کردن، اسمش هم روشه. خب پس بنابراین خود روی این واژه تجدید نظر کنید، خب کلمه سیاست رو به کار نبرید. مثل اون بابا میاد میگه، پیشنهاد میکنه که اصلا ما نه تنها زندان سیاسی نباید داشته باشیم، زندان ها رو باید خراب بکنیم. همونجا یکی مخالفت میکنه، بعد میگه این جور کسانی که مخالفت کنن با ویرانی زندان ها باید بندشون زندان. و برادر تو که زندان یه دقیقه پیش نابود کردی، این بابا رو طلاق به صرف این که با تو مخالفت کرد با این ایده تو، که آقا جامعه رو یه شبه نمیشه زندان هاش رو خراب کرد. هر 49 دقیقه یک نفر میره زندان تو این مملکت، تمام مملکت ایران مجرم شده. تو میخوای چجوری نه حل کنی؟ و به همین دلیلم همه پرسی و همزیستی لازمه. این پیامد مستقیم قداست جان هست. تو میخوای جلوی اعدام رو بگیری؟ خب ایرانی 2500 سال 3000 سال پیش گفت به نام خداوند جان و خرد، جان آزاری جرمه. نه تنها انسان آزاری جرمه، جان آزاری جرمه. این ارزش ها رو بیار دور سر کار. این ارزش هست که جان و خرد رو ستایش بکن. و به همین دلیلم انگیختن اصل و مایه نوآفرینی و نوشوی و اینها آغاز مدرنیته است. مدرنیته و سکولاریزم و اینها یک کالا نیست که از خارج وارد کنی، همونطور که این اندیشه های عربی که به وسیله اسلام وارد این مملکت شده کالاهای وارداتیه. کالاهای وارداتی مخلط میخواد، مصرف کننده فقط میخواد، در صورتی که انسان وقتی به جویندگی و خودآگاهی رسید، اون موقع دیگه احتیاج به کالاهای وارداتی نداره، خودش تولید میکنه، خودش تولیدگر میشه، چه در عرصه صنعت چه در عرصه تولید فکر. الان همه نوع به اصطلاح چیزهای اسلامی ما، همه آقایون نوع مثل اصلاح طلبان، همه نشخار کننده حرفای محمد آرکون و آرکون به اصطلاح ابو زید و دیگران مصری و ترک و اینها هستن، خودشون حتی به مرحله تولید فکری نرسیدن. اینا شبه مدرنیسمه. و در صورت نیست که وقت کمه، در صورت بحث طولانی رو میطلبه. بله متاسفانه ما امکانش رو نداریم در این لحظات، به حمد بسنده میکنیم، با آرزوی بهترین برای شما آقای رئیسی تا فرصتی دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم آقا، سپاسگزارم. بها دوستان شنیدین حرفای آقای رئیسی رو، امیدوارم این حرفا رو گوش بدین و در حقیقت این شرایط امروز مملکت ماست.
مهمترین مسئله معرفی میان تیوی. اولا میان تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید، در معرفی میان تیوی کوشا باشید و میان تیوی و این لینک ها که در روی شبکه مجازی قرار میگیره، خواهش میکنم این لینک ها رو حتما با عضویت در هر کدوم از این شبکه ها میتوانید لینک ها که به دستتون میرسه برای دیگران هم بفرستید. بازم ازت ممنونم، سپاسگزارم، تا فرصتی دیگر، متشکرم.